سلام، امروز 3 می 2022 هست که در خدمتون هستم. امروز هم همچنان راجع به دختران و نوجوان با هم صحبت میکنیم. مسئله نوجوانی، افسردگی و هوش عاطفی که میتونه مؤثر باشه در ارتباط ما به عنوان والد با نوجوان و زندگی آینده‌ای که یک دختر نوجوان میتونه برای خودش داشته باشه. خب نوجوانی مثل یک دریای متلاطمی میمونه که خب نیازمند یک مهارت و تحمل هست برای والدین، برای اینکه بتونن با این دوره از زندگی فرزند خودشون بتونن کنار بیان و ارتباط برقرار بکنن. قطعاً تفکر در این مورد که یک مادر کامل و بی‌نقص باشیم در برابر یک نوجوان میتونه یک باور نادرست باشه و مشکلاتی رو برای ما به وجود بیاره، چرا که باعث میشه که خیلی از موارد توی ارتباطی که با یک نوجوان برقرار بکنیم دائما خودمون رو سرزنش بکنیم یا اینکه دیگران ما رو سرزنش بکنن. این باور نادرستی که قرار هست ما در برخورد با یک نوجوان بتونیم یک مادر کامل و بی‌نقصی باشیم، در واقع این به این معناست که ما پیچیدگی هایی که ممکنه یک دختر نوجوان با اون روبرو باشه رو در نظر نگیریم. قطعا ارتباط ما با یک دختر نوجوان تنها روش مؤثر روی اون دختر نیست، بلکه مسائل و عوامل مختلفی هست که روی تربیت یک نوجوان اثر میذاره و ما باید اونها رو هم در نظر بگیریم. در واقع باید قبول کنیم که همه موارد در تربیت یک دختر نوجوان تحت کنترل ما نیست و خب اگر که ما فکر بکنیم که ما تنها عامل مؤثر هستیم، در واقع سهم محدود و واقعی خودمون رو در نظر نگرفتیم، پیچیدگی هایی که ممکنه روی یک دختر نوجوان تاثیر بگذاره رو در نظر نگرفتیم و خب این یک شرایط غیر واقعی، ما خودمون رو با سرزنش هایی روبرو میکنیم و ممکنه که به عنوان یک مادر دچار افسردگی هایی بشیم و خب علاوه بر اون تسلط ما رو روی یک رابطه با دخترمون در واقع خدشه‌دار میکنه، دچار مشکل میکنه. ما باید این رو قبول داشته باشیم، این رو باید بپذیریم که عوامل مختلفی روی تربیت یک دختر نوجوان تاثیر میگذاره و خب شرایط فیزیکی و تجربیات روحی که روی اونها اثر میذاره میتونه در روی بعضی از این دخترها اثر کمتر و یا بیشتری بگذاره و بنابر اینکه اون دختر بچه چه نیچری داره میتونه تاثیرات مختلفی رو بگذاره. بنابراین ما باید این مسئله رو در نظر داشته باشیم و تصور اینکه یک مادر هم فن حریف باشیم توی این راستا خب میتونه باعث بشه که ما توی شرایطی که نیاز به دریافت کمک داریم، حالا مراجعه کنیم به مشاور یا روانشناس، این کار رو انجام ندیم و فکر بکنیم که همه این موارد رو خودمون باید حل و فصل بکنیم. یکی از مسائلی که ما رو در رو هستیم در موردش مسئله افسردگی در دختران و نوجوان هست. خب میبینیم که این مسئله در دخترها دو برابر پسرها دیده میشه و خب دلایل مختلفی هم میتونه داشته باشه. یکی از این دلایل میتونه این مورد باشه که خب دخترها نسبت به روابط اجتماعی خیلی حساس تر هستن و براشون بیشتر مهم هست روابط اجتماعی و خب از منظری توی دوره بلوغ اونها دچار تغییراتی در ظاهر فیزیکی خودشون میشن و خب قطعا این مسئله توی روابط اجتماعی مؤثر خواهد بود برای اونها و برای اونها مهم خواهد بود، در نتیجه ممکنه دچار بحران هایی بشن و به دنبال اون تجربه اضطراب داشته باشن، تجربه افسردگی داشته باشن و حتی اختلالات تغذیه‌ای رو هم ما باهاش روبرو بشیم، مثل پرخوری یا بی اشتهایی عصبی که خیلی وقتا پایی افسردگی و اضطراب داره. از اون گذشته خب دخترها جزئیات رو بیشتر توی ذهن خودشون مرور میکنن و خب این هم میتونه اثر بسزایی داشته باشه روی این مسئله و خب
بیشتر امکان داره که دل مشغولی های ذهنی براشون ایجاد بشه که میتونه سرآغاز یک افسردگی باشه. اینکه روابط خانوادگی به چه صورت باشه، اینکه چطور این دخترها رو وارد اجتماع میکنیم، تصور اونها از زن بودن، همه میتونه تاثیر داشته باشه روی تفکرات و باورهایی که شروعش میتونه علائمی از افسردگی رو در این دختران و جوان به وجود بیاره. از جمله روابط خانوادگی، خیلی وقتها تنش‌هایی که توی روابط خانوادگی هست ممکنه دختر نوجوان رو به این سمت سوق بده که اون بره به عنوان یک نقش نجات دهنده رو ایفا بکنه بین والدین خودش، سعی بکنه که بین اونها آشتی و صلح رو برقرار بکنه، یا نقش یک مراقبتگر رو ایفا بکنه، که همه اینها میتونه از توان یک دختر نوجوان خارج باشه و احساس عدم بیکفایتی و احساس عدم کفایت رو برای اون ایجاد بکنه که میتونه سرآغاز افسردگی باشه. این که خیلی وقتا ممکنه که دختر نوجوان نقشی رو به عهده بگیره که توانش رو نداره، مثلا سعی بکنه که احساس گناه مادرش رو کم بکنه توی روابط خانوادگی، یا احساس غم اون رو کاهش بده یا از اون مراقبت بکنه، مسلما نقشی نیست که مناسب یک دختر نوجوان باشه و فشارهایی رو برای اون به لحاظ شناختی و عاطفی ایجاد میکنه که خب سرآغاز افسردگی میتونه باشه، یا خشم هایی که اون توی روابط خانوادگی تجربه میکنه، توی تنش هایی که در خانواده وجود داره هم میتونه به دنبال سرکوب این خشم ها دچار افسردگی بشه. بنابراین دقت داشته باشیم که توی خانواده‌ای که یک نوجوان و به خصوص دختر نوجوان وجود داره، سعی کنیم اونها رو از روبرو شدن با درگیری هایی که بین والدین وجود داره دور بکنیم، و خب علاوه بر این درگیری ها ممکنه افسردگی و سردی روابط والدین هم منجر به بروز افسردگی توی نوجوان دختر بشه قطعا. و خب گاهی وقتا بی‌اعتنایی که توی این تنش ها از سمت دختر نوجوان میبینیم به معنی بی‌تفاوتی اون نیست، و گاهی وقتا دختر نوجوان احساسات خودش رو به خصوص خشم خودش رو در این راستا ممکنه سرکوب بکنه که منجر به افسردگی هم بشه. پس توی شرایط تنش‌زا باید به این موارد توجه بکنیم اگر توی روابط خانوادگی خودمون مشکلاتی داریم. علاوه بر این گاهی وقتها خشمی که مادر نسبت به پدر داره باعث یک سری بروز یک سری واکنش ها مثل کنایه زدن هایی که میشه، که باعث میشه باز هم دختر نوجوان پرخوشگری هایی رو از خودش نشون بده و یا حتی این پرخوشگری ها رو سرکوب بکنه و باز هم سرآغاز یک افسردگی میشه. تنبیه و نادیده گرفتن احساسات دختر نوجوان هم میتونه توی فضای خانوادگی منجر بشه که اون نخواد احساسات خودش رو نشون بده، احساسات خودش رو سرکوب بکنه و به دنبال اون علائم افسردگی رو ببین. اگر توی سطح خانوادگی ما والدینی داشته باشیم که تحمل احساسات نوجوان خودشون رو نداشته باشن، تحمل واکنش فرزندان خودشون رو نداشته باشن، مطمئنن ما با نوجوانانی روبروی خواهیم بود که توان مقابله و آرام کردن هیجانات خودشون رو نخواهند داشت، یعنی در واقع مهارت آرام کردن خودشون رو به دست نخواهند آورد. و خب اونچه که مهمه این که احساسات نوجوان رو درک بکنیم و به اون کمک کنیم که بتونه احساسات خودش رو کنترل بکنه. خب اگر این اتفاق نیفته، به خصوص توی شرایط تنش‌زا، ما منتظر افسردگی در نوجوان خواهیم بود، چرا که اون نمیتونه مشکلات خودش رو حل بکنه، با یأس و سرخوردگی روبرو خواهد بود و خب برای اون در سنی که داره حل مسئله راحت نخواهد بود. و خب پس بنابراین مراقب درگیری هایی که توی اختلافات خانوادگی هست وقتی که با یک نوجوانی روبرو هستیم لازم هست باشیم. خب علائم گسترده‌ای رو به شکل علائم گسترده‌ای رو به عنوان افسردگی ممکن در نوجوان بتونیم شناسایی بکنیم، مثل احساس غم پایداری که در اونها مشاهده می‌کنیم، پرخاشگری‌هایی که می‌بینیم ازشون، افت تحصیلی، حتی
غیبت از مدرسه گاهی وقتا، افزایش و کاهش وزن به مقدار زیاد، اختلالات خواب حتی در نوجوان، و خب عدم تمرکز، احساس بیارزشی، گاهی وقتا خب حالتهای ملالت، خستگی، استفاده از مشروبات و مواد مخدر رو حتی میبینیم، خصومت، احساس طرد شدن، تحریک پذیری و بیپروایی هایی رو میتونیم ببینیم، حتی مشکل توی برقراری ارتباط با دیگران هم گاهی وقتا دیده میشه، که اینها همه نشانه هایی از افسردگی هست در یک نوجوان. این رو به خاطر داشته باشیم که دختر نوجوان ما نمیتونه احساسات خودش رو بیان بکنه، بنابراین کمک کنیم که این کار رو انجام بده و اینکه بتونیم باهاش همدلی کنیم، اون رو درک بکنیم، تفاوت‌های دخترمون رو تحمل بکنیم و شنونده خوبی باشیم در برابرش خیلی اهمیت داره. توی رابطه مادر و دختر اونچه که اهمیت داره اینه که در کنار نزدیک بودن هایی که اتفاق میفته بین مادر و دختر، اختلافاتی هم وجود داره، فعالیت های مشترکی هم میتونه رقم بخوره و اعتماد و پیوندی رو بین مادر و دختر ایجاد بکنه که گذر از این مرحله نوجوانی رو آسون تر بکنه. اما یک مسئله مهمی که هم توی مسئله افسردگی توی دختران نوجوان و خصوص حالا نوجوان ها باید مورد توجه قرار بگیره این هست که گاهی وقتا والدین فکر میکنن اگر نوجوان اونها باهوش به لحاظ شناختی خواهد تونست موفقیت ها و خوشبختی هایی رو در آینده برای خودش رقم بزنه در واقع. و ما این هوش شناختی تنها چیز کافی برای رقم زدن موفقیت و خوشبختی در آینده نیست. اون چیزی که خیلی اهمیت داره و خیلی از اوقات نادیده گرفته میشه هوش عاطفی هست، که خیلی وقتا بهش بیتوجهی میشه و والدین فکر میکنن که در گذر زمان شکل میگیره و از اینکه اون رو پرورش بدن غافل میشن. اونچه که ما به نام هوش عاطفی ازش نام میبریم یک نوع خیشتنداری، یک نوع در واقع شور و اشتیاق، یک نوع خودانگیزی، اینکه توان خودانگیزی در فرد وجود داشته باشه، یک نوع پشتکار در فرد رو ما بهش هوش عاطفی میگیم، که به فرد کمک میکنه بتونه عواقب یک کار و پیامدها رو در نظر بگیره و تسلط بیشتری رو روی زندگی خودش داشته باشه. بنابراین هوش شناختی فقط تضمین کننده زندگی فرد نیست و هوش عاطفی یا همون صفات شخصیتی که ما در فرد میبینیم میتونه کمک کننده باشه و این در میتونه مورد پرورش قرار بگیره و چیزی مادرزادی نیست که اتفاق میفته. و از اون گذشته والدین هم مهم هست که چه هوش عاطفی داشته باشن و بر اساس اون روی نوجوان خودشون بتونن تأثیر بگذارن. یک سری جنبه هایی در هوش عاطفی وجود داره که قابل یادگیری و تربیت هست، مثل شناخت عواطف خود، اینکه بتونیم احساسات خودمون رو شناسایی بکنیم و ازش آگاهی داشته باشیم، این بخش مهمی از هوش عاطفی هست که میتونه توی نوجوان ها مد نظر قرار بگیره و بُعد وسیع‌تری از رفتارهای اونها رو تحت شعاع خودش قرار بگیره بده. نوجوان با آگاهی از احساسات خودش میتونه با دید وسیع تری تصمیم بگیره و اینکه بتونه عواطف خودش رو در مواجهه با مسائل شناسایی بکنه و افکار و احساسات خودش رو بتونه از هم تفکیک بکنه. به این شکل هست که میتونه درباره عواقب عملکرد خودش پیامدهایی رو در نظر بگیره و توی تصمیم گیری ها قطعا این مسئله مهمه، اینکه بتونه چقدر تحت تاثیر همسن و سالان خودش قرار بگیره، چقدر در شرایطی که مواد مخدر یا مشروبات الکلی به اون پیشنهاد میشه بتونه که پیامد مصرف و عمل کرده خودش رو در نظر بگیره، یا حالا رفتارهای پرخطر جنسی که ممکنه باهاش روبرو باشه رو بتونه در نظر بگیره پیامدهاشون رو. همه اینها مربوط میشه به هوش عاطفی و اینکه بتونه عواطف خودش رو، احساسات خودش رو ازش آگاه باشه. علاوه بر این تشویق به کنترل احساسات
و اینکه بتونه اونها رو شناسایی بکنه، هم میتونه کمک کننده باشه به یک نوجوان اینکه توی موقعیت های خاص بتونه گفتگوهای درونی داشته باشه، به وسیله اون گفتگوهای درونی بتونه موقعیت رو دوباره مورد بررسی قرار بده برای اینکه بتونه تصمیم درستری رو بگیره و تسلط بیشتری داشته باشه، هم میتونه توی این راستا کمک کننده باشه توی بحث تربیتی که والدین با نوجوان دارن. خب بنابراین نوجوانی که معمولا از هوش عاطفی خوبی برخوردار هست میتونه قابلیت های اجتماعی بیشتری داشته باشه، صبورتر باشه، اعتماد به نفس بیشتری داشته باشه، توی شرایط مایوس کننده کمتر مایوس بشه، کمتر در مقابل شرایط ناکام کننده عقب نشینی بکنه، با کفایت تر باشه و توی شرایط تنش‌زا بتونه قابلیت های بیشتری رو نشون بده و کمتر از کوره در بره و تسلط خودش رو از دست بده. از اون گذشته هوش عاطفی میتونه کمک بکنه که اون همدلی بیشتری با دیگران نشون بده، شنونده خوبی باشه، اون چه که واقعا دیگران میگن رو بتونه درک بکنه و درک علت اون چه که میگن رو هم داشته باشه و در نتیجه واکنش های مناسب تری رو نشون بده. خب اگر که ما بتونیم چنین چیزی رو در نوجوان خودمون پرورش بدیم، میتونیم کمک بکنیم که اون به یک استقلالی هم دست پیدا بکنه و این رو بدونیم که جدا شدن از نوجوان و استقلال متفاوت از قطع رابطه هست و خب دوران بلوغ دورانی هست که این استقلال رو نیاز داره برای اینکه اون بتونه دنیای اطراف خودش رو تجربه بکنه و توان و کفایت بیشتری رو در خودش بتونه کشف بکنه و بتونه تصمیم گیری بکنه و در برابر این تصمیم گیری ها بتونه پیامد ها رو در نظر بگیره و از خودش مراقبت بکنه. بنابراین باید دقت داشته باشیم برای چنین جریانی نیاز داره به هوش عاطفی و بنابراین نیاز داره به اینکه ما بتونیم پرورش بهتری رو برای اون ارائه بدیم. من سپاسگزارم از همراهی شما با این برنامه. اگر که سوالی هست میتونید که در مسنجر برای من کوتاه سوال رو مطرح بفرمایید یا در واتساپ به شماره 604-818-3071 برای من سوالاتتون رو بفرستید. در حد توان پاسخگو خواهم بود. اگر دوستانی هستن که نیاز به جلسات مشاوره چه به صورت آنلاین چه به صورت حضوری دارن، میتونن با شماره 604-818-3071 تماس بگیرن. من خدمتشون شرایط رو عرض خواهم کرد. دوستانی هستن که بیمه های تکمیلی، شغلی یا دانشجویی دارن، میتونن برای اینکه بدونن چطور میتونن از بیمه خودشون استفاده کنن با من تماس بگیرن با شماره 604-818-3071. دوستانی هستند که تحت پوشش برنامه سیباب هستند، تحت خشونت قرار گرفتند، میتونن تماس بگیرن بدون پرداخت هزینه این جلسات رو داشته باشن. دوستانی هستند که تحت پوشش بیمه ICBC هستند، تصادفی داشتن، میتونن تماس بگیرن و این جلسات رو بدون پرداخت هزینه داشته باشن. دوستانی هستند که تحت پوشش برنامه ورکسیف بی سی هستند، تحت یک آسیبی قرار گرفتن توی محل کار، میتونن تماس بگیرن و ببینن که چطور میتونن بدون پرداخت هزینه این جلسات رو داشته باشن. باز هم شماره رو خدمتون عنوان میکنم، 604-818-3071. در خدمتون خواهم بود با برنامه دیگه و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. روز و روزگار همگی شما خوش. خدا نگهدار. Thank you.